سلام به دوستان عزیز و تشکر بسیار از دعوت شما. برای ما افتخاریه که در جمع شما باشیم و برای اولین بار مستقیماً با جمع هموطنان بهاییمون گفتگو داشته باشیم و راجع به کارمون صحبت کنیم. وقتی که خانم اجتماعی رویا و من رو دعوت کردن، به ما گفتن که تم امسال برای گفتگو عالم دوست، نظم، عالم دوستی و عدالت. و من با پنیک زیاد شروع کردم سایت های بهایی رو نگاه کردن که دقیقا مفهوم عالم دوستی و نظم رو در آیین و دین بهایی بشناسم و ببینم چطور کار ما میتونه مرتبط باشه با این بینش. و بالمعال به این نتیجه رسیدم که میتونیم حکایت من و رویا و طرحی رو که روش کار میکنیم تحت عنوان در جستجوی عدالتی مبتنی بر عالم دوستی به شما ارائه بدیم و بعد نظم که در پی اون میاد رو انشالله در بحث بعد از ظهر بتونیم راجبش صحبت کنیم. در این گفتگویی که داریم الان، من اول حکایت دلیل و قصه‌ای که منجر شد به ایجاد طرح بنیاد عبدالرحمن برومند رو برای شما تعریف خواهم کرد و رویا که رئیس بنیاد هست این طرح رو به صورت دقیق‌تری معرفی خواهد کرد. 39 سال پیش نظامی بر اساس نفی حقوق بشر در ایران پیریزی شد. از آن زمان ملت ایران شاهد اعمال خشونتی بی سابقه در تاریخ معاصر کشور بوده است. سوال این است که برای پایان دادن به این خشونت و حمایت از حقوق افراد چه میتوان کرد؟ میتوان همچنان انگشت اتهام را به سوی آمران، عاملان و مباشران همه اعدام‌های خودسرانه نشانه رفت و خواستار دادگاهی صالح شد که اتهامات مسئولان را بررسی کند. البته که این هدف همه ماست، اما فعلا متهمان حکومت می‌کنند و جهانیان چندان نگران اجرای عدالت در مورد قربانیان اعدام‌های خودسرانه در ایران نیستند. پس راهی دیگر باید جست. شاید برای اینکه روز پاسخگویی زودتر فرا رسد، بتوانیم خود چاره‌ای بیاندیشیم. شاید بهترین راه زمین‌سازی برای اجرای عدالت، مراجعه به وجدان خیش و بررسی مسئولیتی است که خود به عنوان شهروند به عهده داریم. و ای بسا که در آینه خاطره‌ها بتوانیم ابعاد این مسئولیت را بررسی کنیم. چهره خونالود سپهبد نصیری بر صفحه تلویزیون در همان نخستین لحظات انقلاب هر گونه توهمی را نسبت به عناصری که میان عدالت و انتقام تفاوتی نمی‌گذارند از میان برده بود. خوب به یاد دارم آن صبحگاه شوم آخرین روزهای زمستان را در دهانه بازار اصفهان که همراه با جماعتی از اقشار مختلف مردم آن شهر در مقابل عکس اجساد امرای ارتش شاهنشاهی در جا میخکوب شده بودیم و سکوتی مرگبار بر جمعمان حاکم شده بود. انگار که در این تصاویر پیامی مستتر بود از حاکمان نورسیده به مردمان این سرزمین، پیامی آشکار از استبداد، خودسری، انتقام جویی و خشونت. ماهیت واقعی نظام نوپا که بر همگان ناشناخته بود به وضوح در این تصاویر دیده می شد و انگار که مردم با سکوت مرگبارشان ظهور استبدادی خشن را شهادت می دادند و بدین ترتیب کابوس اعدام‌ها آغاز شد و با اعدام‌ها سرکوب دگراندیشان نیز آغاز گردید. آنان که چون پرویز اوسیا شجاعانه قلم به دست گرفته
به اعدام بیگناهانی چون سرگرد منیح طاهری به اتهام کاذب شرکت در آتش سوزی سینما رکس آبادان اعتراض می کردند، به سرعت روانه زندان شدند و شعار جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر بحث راجع به نظام آینده کشور را فیصله داد و میلیون ها ایرانی بی توجه به جوخه های اعدام و بیدادگاه های انقلاب به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند و خواه ناخواه بر جنایات غیر قابل اغماز مسئولین مهر مشروعیت زدند. و ما سرخورده از مسیر انقلاب با دلی گرفته به کتاب هایمان پناه بردیم. همزمان شلاق و اعدام در ایران به سرعت گسترش می‌یافت. همراه با کشتار فعالان سیاسی و هموطنان بهایی‌مان، مردمان بی‌بضاعتی را به اتهام اعتیاد و قاچاق مواد مخدر به قتل می‌رساندند و در کردستان ابعاد کشتار غیر قابل تصور بود. به عنوان نمونه کیهان هفتم شهریور 1358 را ورق می‌زنم. صفحه اول از اعدام 14 زندانی تبریز خبر می‌دهد. در صفحه دوم اسامی دو شهروند کرد که در زنجان اعدام شده اند به چاپ رسیده است. در صفحه سوم روزنامه خبر اعدام 20 تن از اهالی سقز منتشر شده که 9 نفرشان از افسران و درجه داران ارتش بودند. کافی است به جزئیات اعدام ساکنین شهر سقز توجه کنیم. شیخ صادق خلخالی، اولین حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی، شامگاه پنجم شهریور سال 1358 وارد شهر سقز شد. ساعت 7 بامداد روز بعد، 20 قربانی به جوخه اعدام سپرده شدند. در صفحه 11 همان شماره، خبر اعدام علی میرشکاری، یک دگرانگیش دیگر، به جرم داشتن اعلامیه‌های گروه‌های مختلف سیاسی و در کنار آن گزارش اعدام یک زن و مرد به جرم زنا در شهر بوشهر چاپ شده است. یک سال بعد، تابستان 1359، بیش از 100 تن از افسران ارتش و زنان و مردان غیرنظامی به جرم شرکت در طرح قیام نوژه به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. جرمشان این بود که برای ایران یک نظام سوسیال دموکرات را با تمام آزادی‌های سیاسی آرزو داشتند. آنان در راه نیل به آنچه که حق طبیعی هر انسان است جان باختند، چون در جمهوری اسلامی راهی به جز قیام برای آنان باز نبود. و خاطره قیام نوژه داستان شهریار نور را تداعی کرد. فرزند 18 ساله امیر هوشنگ که به جرم فرزندی توقیف گردید و به جای پدر به مرگ محکوم شد و قاتلانش اجرای حکم را 2 روز به تعویق انداختند تا شاید تحت شکنجه مخفیگاه پدر را افشا کند یا پدرش برای نجات او خود را معرفی نماید. شهریار نور را 15 مرداد ماه 1359 اعدام کردند. جسد شکنجه شده اش را به مادرش تحویل دادند. 11 سال بعد همان روز در فرانسه شاپور بختیار و یار وفادارش سروش کتیبه بیرحمانه به ضرب چاقو توسط 2 تن از مامورین سپاه پاسداران و 1 جاسوس نفوذی از پا در آمدند. پرس زنان وجدان ناراحت را در پیچ و خم یادها به همراه می کشم و با چهره خندان منوچهر مسعودی وکیل دادگستری و دوست قدیمی پدرم روبرو می شوم که در دوران انقلاب به همکاران ابوالحسن بنی صدر پیوست و همه وقت خود را صرف رسیدگی به شکایات مردم نمود. شاید همو بود که در یکی از صفحات روزنامه انقلاب اسلامی فساد و شکنجه متداول در دادسرای انقلاب اسلامی شهر ساوه را برملا ساخت و چه بسا سندی را که از اعدام بانو رازی فولادی به ما رسیده است مرهون زحمات او باشیم. رازی فولادی را دادگاه انقلاب شهر ساوه طی 1 جلسه به جرم داشتن روابط نامشروع با مردی به اعدام محکوم کرد
و در بامداد پنجشنبه 8 شهریور ماه 1358 به جوخه اعدام سپرد. همسرش در نامه‌ای به خمینی نوشت: همسر بیگناه این جانب را اعدام کردند. در تاریخ 5 شهریور او را به کمیته ساوه بردند، او را آنقدر شلاق زدند تا به دروغ اعتراف به زنا نماید و 3 روز بعد او را تیرباران کردند. در حالی که من که شوهر او هستم هیچ شکایتی نداشتم و مردم محل می دانند که همسرم پاک و بیگناه بود. من اکنون با 4 طفل کوچک بی سرپرست سرگردان ماندم. همچنان که اسامی این قربانیان را مرور می کنم، به خود می گویم اگر فرزندان عبدالرحمن برومند، داریوش و پروانه فروهر، سعیدی سیرجانی، پوینده و مختاری می توانند قصه ظلمی را که بر عزیزانشان رفته بازگو کنند و فریاد دادخواهیشان را به گوش جهانیان برسانند، چه کسی داستان این زن تنها را که به احتمال قوی فرزندانش نام عفو بین الملل یا شورای حقوق بشر سازمان ملل را هرگز نشنیدند و زبان تماس و تظلم ندارند باز خواهد گفت؟ داده او را که خواهد ستاند؟ چند بار هر کدام از ما از سنگسار زنی به جرم زنا آگاه شدیم؟ چند تن از آنان زیر شلاق مجبور به اعتراف شده اند؟ چه کسی قضیه را پیگیری کرد و قصه پرقصه اش را برای ثبت در تاریخ نوشت؟ خبر اعدام منوچهر مسعودی را پس از فرار بنی صدر از دوستی در پاریس شنیدم. مقامات هرگز کوشش‌های او را برای دادخواهی نبخشیدند. چندی بعد همسر جوانش با 2 فرزند ایران را ترک کرد و در فرانسه پناهنده شد. در دیداری که داشتیم می گفت چگونه فردای اعدام پدرشان معلم مدرسه در کلاس فرزندانش را به باد ناسزا گرفته و تحقیرشان کرده بود. همزمان با اعدام منوچهر مسعودی حکومت ترور در ایران تشدید شد. خوب به یاد داریم آن حس عجز و ناتوانی را در زمان وقوع این همه فاجعه در مقابل فوران توحش و خشونت در کشورمان بهت زدگانی فلج بودیم. خاطرات شهرنوش پارسیبور در گوشه ای از ذهنم خانه کرده است که می گفت شبها در زندان با روحی آشفته و قلبی فشرده تعداد تیرهای خلاص را می شمردند و بعضی شبها رقم اعدامی‌ها به 200 نفر می‌رسید. تنها در یک شب، تنها در یک زندان، تنها در یک شهر از شهرهای ایران. در میان هزاران جوانی که برای هیچ و پوچ به جوخه اعدام سپرده شدند، نگاه حافظه هم به لبخند زیبای دختر بچه‌ای 17 ساله برمی‌خورد به نام مونا محمودی نژاد. توقیفش کردند، چند ماهی در حبس نگاهش داشتند. می‌خواستند که از دین بهایی رویگردان شود و او در پاسخ به حاکم شهر گفته بود که از ایمانش دست بر نخواهد داشت. او را صبحگاه شنبه 28 خرداد 1362 همراه با 9 بانوی بهایی دیگر حلق‌آویز کردند. و هر روز وزن این اجساد بر وجدانمان بار می‌شد. سرفکنده روزگار می‌گذراندیم و با اعلامیه یا تهیه فهرستی ناقص از نام قربانیان سعی می‌کردیم از سنگینی این بار بکاهیم و همچنان بر نام قربانیان افسوده می‌شد و نه تنها آشنایان بلکه این بار اسم عزیزان ما نیز به این فهرست شوم افسوده می‌شد. با گذشت زمان زندگی با سرفکندگی عادت شد. باز راهی کتابخانه شدیم و در پی درک پایه‌های فکری ترور هر کدام سر در مطالعه تاریخ، یکی انقلاب فرانسه، دیگری تاریخ نهضت ملی ایران فرو بردیم. شنیدن خبر کشتار و اعدام نیز به عادتی روزمره تبدیل شد. تا روز پنجشنبه 29 فروردین ماه 1370 تلفن زنگ زد. صدای لرزان برادر جوانم خبر از حمله به پدر می‌داد. سراسیمه خود را به منزل رساندم. پدر هنوز آنجا بر زمین بود.
پلیس مانع از این شد که برای آخرین بار او را در آغوش کشند. پزشک حاضر در محل مرگش را به من اطلاع داد و با آن مرگ زندگی ما نیز برای همیشه دگرگون شد. آن شرمندگی دائمی که جزئی از وجودم شده بود مبدل به طوفان خانمان براندازی شد که جسم و روح آدمی را در هم می شکند. اینجا بود که از خود پرسیدم به چه حقی زنده هستم و از پس این فاجعه شخصی، فاجعه‌ای را که در چند سال قبل اتفاق افتاده بود و بی توجه به آن سر در مباحثات انقلاب فرانسه فرو برده بودم، مرور کردم. کجا بودم و چه می کردم من آن چند ماه شوم تابستان 1367 که کمیته های سه نفری تفتیش عقاید دست در کار کشتار بهترین جوانان سرزمینمان بودند؟ کجا بودم من و چه می کردم آن زمان که مخالفان سیاسی در قبرس، ترکیه، عراق، اتریش، روم و ژنو به قتل می رسیدند؟ ای کاش با قتل پدر این قصه پرقصه خاتمه می یافت. افسوس که قتل‌های فراغذایی و اعدام‌های خودسرانه در ایران ادامه یافت. به یادتان هست آقای فیض الله ماخوباد را؟ او یکی از رهبران جامعه کلیمیان ایران بود. به جرم جاسوسی برای اسرائیل بازداشتش کردند. تلفن‌های او به آمریکا و اسرائیل که محل زندگی بستگانش بود، به عنوان مدارک جرم ارائه شده بود. در زمستان سال 1372 اعدام شد. بر جسدش آثار شکنجه مشاهده می شد. و یا آقای هوسپیان مهر، هموطن مسیحی من، که در مقابل فشار دولت برای امضای نامه‌ای دال بر اینکه جمهوری اسلامی آزادی ادیان را محترم می شمارد مقاومت کرده بود و به همین دلیل جان خود را از دست داد. و قتل‌ها ادامه یافتند و داریوش و پروانه فروهر، دوستان قدیم، سرنوشتشان بار دیگر با سرنوشت پدر گره خورد و دیگر دگراندیشان که نامشان را از یاد نخواهیم برد، آنان که چون زالزاده در ایران و یا شرفکندی و دهکردی و فرخزاد در خارج از ایران کشته شدند و زهرا کاظمی و شبانه قادری و اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی و یا آنان که چون علی احمدی پور، مسعود خدابندلو، سید مصطفی، ابراهیم لطف اللهی، زهرا بنی عامری، منصور دولت، ذبیح الله محرمی، عطا الله رضوانی و بسیاری دیگر که خودسرانه توسط مامورین انتظامی به قتل رسیدند و این فهرست را پایانی نیست. تعلم و حس گناهی که روح مردم را در نظام‌های خودکامه آزار می‌دهد ناشی از ناتوانی در مقابل ظلمی است که شاهد آن می‌باشد. مشاهده یک دولت پرقدرت که با گستاخی و بدون واهمه از پاسخگویی و مجازات شدن بی‌رحمانه عزیزی را می‌کشد، آدمی را به قعر تنهایی و درماندگی می‌اندازد. آموزش پدر بود که ما را از این درماندگی نجات داد و راهی پیش روی ما نهاد. او هرگز نگذاشت که استبداد و نومیدی بر او چیره شود. به رغم درماندگی و ناتوانی، ما می دانستیم که حقیقت و ایمان به حقوق جهانبشول بشر و شأن انسانی قدرتی است که هیچ نیروی نمی تواند از ما سلب کند و با تکیه بر این قدرت بود که راه خود را برای دادخواهی یافتیم. جنایتکاران از یادها و خاطره ها و شاهدان جنایات خیش واهمه دارند تا مبادا تصویر پلیدی هایشان تیشه به ریشه توهم و دروغی بزند که از آن تغذیه می کنند. ما می توانیم با احیای این خاطرات بر استبداد و آرمانهایش برای همیشه مهر بطلان بزنیم. ثبت فجایع و مبارزه با فراموشی راهی است که بر همه شهروندان باز است. این امر را نیازی به تشکیلات و تسلیحات نیست. این مهم را عشق لازم است و خرد، قلمی و قدمی. هیچ قدرتی نمیتواند مانع شود
که ما به عنوان شهروندانی عادی و عضوی از جامعه مدنی مسئولیت اخلاقی خود را در برابر جنایت به عهده بگیریم. شر چیزی نیست جز حذف انسانیت و پادزهر شهر چیزی نیست جز اعاده جوهر یگانه و جهان شمول انسانی و ارج به انسانیت و بزرگ داشت آن. مستبدان می کشند تا رقیب خود را حذف کنند. اگرچه قربانی را نمی توان دوباره زندگی بخشید، می توان اما او را به دیار یادها بازگرداند. قاتلان با نقض حقوق بشری قربانی آمدانه در پی هتک حرمت و حیثیت انسانی او هستند. برای ناکام گذاشتن آنان از رسیدن به این هدف، می توان با برشمردن نمادین این حقوق نقض شده حیثیت انسانی فرد را پس از مرگ به او بازگرداند. هر یک از ما در گوشه‌ای از ذهنمان خاطره ظلمی را به خاک سپرده ایم. باید آن خاطره ها را زنده کرد و با پرهیز از دروغ و مبالغه چون ارمغان پرارزشی به حافظه تاریخی کشورمان سپرد. روا نیست که فغان قربانیان در سکوت زمانه مدفون شود و روایت دروغین و توهین‌آمیز جلادان تنها روایت از وقایع برای قضاوت تاریخ بر جای بماند. در بستر این اندیشه ها بود که طرح ایجاد یادبودی مجازی در ذهن ما جوانه زد، نه تنها برای پدرمان بلکه یادبودی برای همه قربانیان، چرا که پدرمان جان خود را در راه اعاده حقوق همه مردم ایران فدا کرده بود. طرح این یادبود را امید نامیدیم. هدف نهایی این طرح مستند کردن هر یک از موارد اعدام قضایی یا فراقضایی است که مسئولیت آن به عهده جمهوری اسلامی ایران است. با تکیه بر اسناد و مدارک و شهادت گواهان و تحقیقات دیگر، صفحه‌ای در امید به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم می شود، صفحه یادبودی که سرگذشت هر یک از قربانیان را در بر دارد و در آن حکایت ظلمی که بر او رفته است بازگو می شود. سرگذشت‌های امید همچون تکه‌های یک پازلند که وقتی کنار هم گذاشته می‌شوند، تنین روایتی دیگر را به گوش می‌رسانند. روایتی که انحصار روایت دولتی از تاریخ انقلاب و جمهوری اسلامی را می‌شکند. جمع‌آوری این تکه روایت‌ها کاری است سخت و طولانی، اما به شدت لازم اگر بخواهیم بفهمیم که کجا و چرا به خطا رفتیم و بیاموزیم که چرا باید اصلاح کرد تا شرایط زندگی در صلح و آزادی و عزت در کشورمان فراهم شود. در این مهم اتکای ما بیش از هر چیز به یاری هموطنانمان است. امروز در امید سرگذشت بیش از 20 هزار قربانی به امانت سپرده شده است. این قربانیان از ایران، آرژانتین، لبنان، ایالات متحده، فرانسه، ژاپن، افغانستان آمدند. آنها مسیحی، یهودی، مسلمانهای شیعه و سنی، منکر خدا، بهایی، صوفی، فارس، بلوچ، عرب، کرد، ترک و فارسند و همگی با حضورشان در امید نه تنها وجدان سرکوبگران که وجدان مردم ایران و جامعه بشری را به چالش می کشند. اما در این قضیه حکمتی دیگر نیز نهفته است که به امید و آینده بستگی دارد. تصدیق ظلم و اعاده حیثیت به مظلومان زمین ساز یک آشتی ملی است، زیرا اسباب آرامش و التیام روح را برای صدها هزار بازمانده فراهم می کند و صدی خواهد شد در مقابل فورانی دیگر از خشم و خشونت و انتقام، فورانی که در بطن آن نطفه استبداد بعدی بسته می شود. بی تردید رویارویی با صفحه عزیزی در امید موجب دگرگونی عاطفی در بازمانده می شود که به سان رشته‌ای هرچند ظریف و شکننده در ترمیم بافت همبستگی اجتماعی که زیر حملات بی‌رحمانه خشونت دولتی از هم گسسته است مؤثر خواهد بود. به شکلی ناپیدا
در کمال تواضع و با گذشت زمان امید تجلی همبستگی بین شهروندان می شود. آن همبستگی که شهروندان آزاد یک کشور را به هم پیوند می دهد و زمینه حرکت به سوی عدالت، آشتی و صلح را در جامعه فراهم می کند. عدالت، آشتی و صلح سه شرط لازم برای گذاری پایدار به سوی دموکراسی در ایران. خیلی ممنون. بعد از این من فکر میکنم من بهتره دیگه چیزی نگم، برای اینکه این داستان به هر حال با این صحبت‌های لادن تمام میشه. من اصولا ترجیح میدم کار کنم تا حرف بزنم، ولی مجبورم چون قول دادم که صحبت کنم. لادن در مورد وظیفه صحبت کرد. اولا من میخواستم یادآوری کنم که این کاری که ما کردیم این 17 سال، اگر که شما نبودید، اگر عزیزان قربانیان دوستانشون نبودن و البته روزنامه های جمهوری اسلامی هم نباید نادیده گرفت که کمک کردن به ما، اما بدون شما امکان پذیر نبود. بنابراین این تشویق شما تشویق همه هست، چون ما تنها نمیتونستیم این کار رو بکنیم. لادن از وظیفه صحبت کرد. من همیشه برای من سوال بود چرا؟ یعنی ما باید بفهمیم که چرا این اتفاق میفته، که جلوش رو چجوری بگیریم، چجوری در اون روزهای اول انقلاب که ما پاریس بودیم و بحث‌های زیادی بود با دوستان چپمون، با دوستان مذهبی، گاهی وقتا فوش، گاهی وقتا مشت، البته ما تلاش میکردیم در معرض مشت قرار نگیریم، ولی به هر حال دوستان مذکر ما این اتفاقات براشون میافتاد. به هر حال سوال این بود که چرا پدر ما وکیل بود، دور دوستان پدرمون وکیل بودن، بنابراین دادرسی عادلانه جزو یکی از دغدغه های همیشگیشون بود و یکی از مشکلاتی هم که با رژیم شاه داشتن این بود که همیشه دادرسی ها عادلانه نبود و بنابراین اینی که بعد از انقلاب این اولین اعدام هایی که از سران ارتش ما دیدیم و چرا عکس العمل ایجاد نمی کرد، چرا این دوستان ما متوجه نبودن که یک چیزی اینجا غلطه، که یک فردی رو بدون وکیل، بدون حق دفاع، در یک دادگاهی که کاملا پیداست که تصمیمش رو گرفته برای اعدام اون فرد بیارن و هیچ موجب مشکل نباشه. چرا توجه همه این بود که این آدم گناهکار هست یا نیست، این آدم گناهکار هست یا نیست، ولی مهم نبود که چطور این گناه ثابت میشه و چطور این آدم اجازه ثابت کردن دفاع از خودش رو نداره. بنابراین این همیشه دغدغه بود که و این که چرا این دوستان ما نمیبینند که یک فرد بهایی هم اعدام شده، چرا خانم رازی فولادی رو اصلا متوجهش نمیشن، چه اصلا دغدغه افراد عادی رو ندارن. بنابراین یکی از وقتی که ما این پروژه رو شروع کردیم، حالا به غیر از این که خودمون هم جزو اون افرادی شدیم که مثل شوهر خانم فولادی یا مادر کس دیگه یا همسر کس دیگه در پوست و گوشت خودمون حس می کردیم که چقدر مشکله وقتی که اینطور عزیز آدم رو می گیرن و آدم هیچ کجایی رو نداره که دنبال عدالت باشه، هیچ جایی نیست که شما عدالت بخواید. و این
از نظر تئوریک آدم همیشه میدونه، فعال حقوق بشر میدونه که عدالت مهمه، ولی اون موقع که یک چیزی رو خودش اینقدر از نزدیک حس میکنه دیگه تئوری نیست، خیلی خیلی قابل لمسه. بنابراین ما سعی کردیم که در یاد بوده امید توجه خواننده ها رو به دادرسی جلب کنیم، یعنی یک این که انسان‌ها رو انسان کنیم، یعنی فقط این نیست که یک اسم هستن، از شغلشون، از چیزایی که دوست دارن. مثلا یک نفر برای من نوشته بود که پسر دایی من نونخامه‌ای خیلی دوست داشت، این هم در صفحه امیدش هست، برای اینکه افرادی که نگاه میکنن یادشون بیاد که این آدم مثل خودشونه، بچه داره، خواهر و برادر داره، کوهنوردی دوست داره، نونخامه‌ای دوست، میدونین، یعنی هم از تفکرشون هم از خصوصیاتشون یک کمی باشه و بعد توجه همه رو جلب کنیم به اینکه چه حقوقی نقض شده، چه وکیل، حق وکیل، دادرسی، بازداشت، نمیدونم دفاع، و همه این صفحات توجه رو جلب کنه به این اصول و اینکه این اصول چرا اینقدر مهم هستن و چرا اگر این اصول بهشون احترام گذاشته نشه شما و بچه های شما هم یک روز ممکنه این اتفاق براتون بیفته. همونجور که برای مثال بگم آقای روح الامینی، یکی از سران نظام که پسرشون رو فرستادن کهریزک و در کهریزک پسرشون کشته شد، اگر در بازداشتگاه، اگر ایشون اون موقعی که فعالان حقوق بشر یک گزارش در مورد کهریزک دادن سال دو سال قبل که میگفتن چند نفر در کهریزک کشته شدن، حالا اسمشون ارازل و اوباش یا هر چی دیگه، و کسی توجه میکرد، شاید پسر آقای روح الامینی کشته نشده. میدونین، یعنی ما سعی کردیم که هم التیامی باشه این برای خانواده ها که یک جایی داشته باشن که بدون اینکه کسی در موردشون قضاوت بکنه فقط اطلاعات عزیزانشون و واقعیت اون چیزی که اتفاق افتاده رو ثبت کرده باشیم، ولی یادآوری بکنیم که چه مشکلاتی هست و چه قوانینی، چه اعمالی باید تغییر بکنن برای اینکه این اتفاقات دیگه نیفته. این یکی از مسائلی بود که این تجربه شخصی ما باعث شد که این به این شکل ما این یاد بود رو درست بکنیم. و بعد خب برای خاطر این که کمک بکنیم به فهم این مسائل، یک کتابخانه حقوق بشر ایجاد کردیم که ترجمه کنیم، چون خیلی از بهترین فعالان ما در ایران زبان خارجی نمیدونن و بنابراین دسترسی به متون حقوق بشر براشون آسون نبود. بنابراین ما تلاش کردیم با امکاناتی که داشتیم که هرچی تا اونجایی که ممکنه اصول حقوق بشر، مدارک سازمان ملل، گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشر رو ترجمه کنیم به فارسی، حتی متونی در مورد وظیفه انسان‌ها در وظیفه شخصی انسان‌ها در دیکتاتوری، در مورد رواداری، فارسی منم خیلی خوب نیست، و خلاصه هر چیزی که فکر میکردیم که مردم رو به فکر واداره، یعنی کسانی که عزیزیشون رو از دست ندادن فکر کنن که چرا اینها مهمه و چجوری جامعه بین الملل اینها رو اصول کرده و قانون کرده. و من نمیدونم چقدر فرصت دارم، ولی شاید یکی از مسائل مهم دیگه ایم که ما سعی کردیم توجه کنیم، یعنی در این 17 سال یاد گرفتیم، همین جور بهتر شده اینه که خب مثلا اگر یه نفر در مورد یک موضوعی صحبت میکنه، میگه برادر من در رابطه با فلان اتفاق در مشهد اعدام شد، ولی من اصلا اسم فلان اتفاقو نشنیدم، اسم اون گروهو نشنیدم، اگر 20 سال دیگه یک نفر این یاد بود و نگاه کنه اون دیگه هیچی نمیدونه، اگه من فکر میکنم یه تخصصی دارم اون. بنابراین شروع کردیم یک سری تحقیقاتم راجع به این گروه ها اضافه بکنیم، راجع به اون وقایع، و این خیلی مشکله، چون یه وقتی هست که
پنج نفر از یک شهری رو میشناسین که اون موقع اونجا بودن، یک وقتی هست که در یک دهی یک اتفاقی افتاده و شما هیچ کس رو نمیشناسین و همین جور باید بگردین که ببینین که شاید یک کسی رو بشناسه که اونجا. خلاصه نمیتونم بگم کار آسونیه، ولی فکر میکنم نهایتا خیلی لازمه که ما تحریف تاریخ رو جلوگیری کنیم ازش، چون یکی از کارهایی که دیکتاتوری‌ها و نظام‌های خودکامه می‌کنن اینه که اجازه گردش اطلاعات نمیدن و بنابراین تاریخ میشه تاریخی که اونا تعریف می‌کنن و قربانیان جرائمشون میشه جرائمی که اونا تعریف می‌کنن و بنابراین خیلی مهمه که افراد جلو بیان و صحبت کنن و بگن که واقعیت چی بوده، برای اینکه اگر نه، و واقعا من میتونم بگم که این جوانهایی که سال 2009 و بعد از اون اومدن از ایران بیرون و خیلی هاشون با جمهوری اسلامی موافق هم نبودن، ولی تمام اراجیفی که بهشون تحویل داده شده بوده در این 30 سال باور کرده بود، یعنی خودشون هم متوجه نبودن که چقدر دانششون از تاریخ ایران غلطه. و بنابراین من وقتی که مثلا با برخی از اینها که کمک کرده بودیم برای پناهندگی یا برای هرچی و بحث میکردیم و دعوا میکردیم و اونا میگفتن خب شما به هر حال اپوزیسیون بودین و بنابراین، و من اینا رو مجبور میکردم میکروفیلم های روزنامه های اول انقلاب رو بخونن و بعد دیگه ساکت میشدن، یعنی کافی بود که چند تا میکروفیلم کیهان و اطلاعات و جمهوری اسلامی از سال 58 59 60 نگاه کنن دیگه ساکت میشدن، برای اینکه میفهمیدن که نمیدونن. بنابراین این کار یک جنبه تاریخی اینطوری هم داره، ولی کلن میخوام بگم حالا که تموم بکنم صحبتو که درسته که سال 1357-58 ما خیلی تنها بودیم و احساس میکردیم لااقل که خیلی تنهاییم، چون تعداد زیادی بودن که میدونستن که این اتفاقات درست نیست ولی صداشون به بلندی اون بقیه نبود. اما اون موقعی هم که ما شروع کردیم شاید ما اولین گروه مسلمان زاده که بودیم که مثلا حقوق بهائیان، مسیحیان، لیست بهائیات، چون خوشبختانه جامعه بهایی با جدیت مستند کرده بود قربانیانشون رو، شهداشون رو، بنابراین خیلی آسون بود. ما چون 2 نفرم بیشتر نبودیم و 2 تا داوطلب از اتاق خواب من کار میکردیم، بنابراین برای ما خدا رسونده بود که این کار شده و ما فقط باید وارد بکنیم. البته کارش خیلی زیاده، برای اینکه این اطلاعات شخصی که من الان گفتم خب باید خانواده ها بدن عکس خوب، نمیدونم توضیح، ولی برخی شده، خیلی هاش هنوز کار داره، منتها کسی دیگه نبود. ولی الان شما ببینید چندین سازمان حقوق بشر هستن که به محض اینکه یک بهایی در ایران بازداشت میشه گزارش میدن، مصاحبه میکنن، دانشجوها که با هم کار میکنن برای حق تحصیل. بنابراین فکر میکنم که این تاریخ سیاه نباید ما رو ناامید بکنه. ما پیشرفت کردیم، مردممون مردم بهتری هستن، آگاهتر هستن و بنابراین امید به آینده زیاد هست. اینکه ما زنده باشیم و ببینیم تغییری که ایران، حقوق ایران بر اساس حقوق بشر نوشته بشه نمیدونم، ولی فکر میکنم که به هر حال و اون تاریکی که لادن در موردش صحبت کرد و ما بعد از قتل پدرمون احساس کردیم، فکر میکنم که یک روشنایی هست. امیدوارم که خانم کار که اینجا نشستنم که در ایران وکیل بودن و بدترین زمان وکالت در ایران رو تجربه کردن شخصا، موافق باشن که الان امید بیشتر هست. خیلی ممنون. مرسی، بفرمایید.